بپردازیم به آموزش گرامر انگلیسی مصطاب خوردن و زمان حال ساده در انگلیسی زمان حال ساده یا Simple Present Tense همونطور که میدونید زمان حال ساده پر استفاده ترین و پرکاربردترین ترین زمان فعل در انگلیسیه و همه باید بلدش باشن و بتونن ازش استفاده بکنن شما نگران نباشید شما با دیدن و تمرین با این کلیپ و نوشتن مثالها در قسمت کامنت و بیان مثالها با صدای رسا مسلط خواهید شد و خوب یادش خواهید گرفت پس ما هم بهش میپردازیم یک بار برای همیشه یادش میگیریم قاعده و فرمولش به این صورته فائل I, you, he, she, they فائل به علاوه شکل ساده فعل مثال فعل کار کردن رو با هم مثال میزنیم باشه مثال بزنیم I work من کار میکنم این در واقع همین الان دارم کار میکنم You work تو کار میکنی He works او کار میکنه حالا چون فایلمون سوم شخصه پس یک اس هم به فعلمون اضافه میشه فعلمون فعل work کار کردن هی ورکس یعنی او کار میکنه او آقا او مزکر مذکر شی ورکس او خانم کار میکنه ایت ورکس آن کار میکند یعنی اون چیزی که غیر داره ایت ورکس مثلا ماشینه مثلا از شما رفیقتون میپرسه ماشینه کار میکنه بعد شما میگید ایت ورکس بله کار میکنه وی work ما کار میکنیم یو work شما کار میکنید در حالت جمع They work آنها کار می کنند. حالا که صرفش کردیم بریم ببینیم که چه نکته هایی این درس داره نکته باید توجه داشته باشیم که در زمان حال ساده اگر فائل سوم شخص مفرد باشه یعنی چی؟ یعنی ات، شی و هی یعنی اینجا هی، شی و ات یا نام مربوط به یک انسان یا یک حیوان یا یک شی باشه که سوم شخص در واقع در نظر گرفته میشه فعل اون جمله اس میگیره میبینید که اینجا هم اس گرفته و اگر فعل به یکی از حروف Z X و O C H S H و اس ختم بشه ای اس میگیره حالا در مثال هایی که داشتیم احتمالا همچی موردی رو خواهیم دید یعنی به جای این اسه میگیره اگر فائل سوم شخص مفرد باشه و فعل به y ختم بشه چنانچه قبل از وای حرف صداداری مثل ای ای آی او و یو نباشه حرف y به ای, ای اس تبدیل میشه ولی اگر قبل از وای حرف صداداری وجود داشته باشه اون فعل فقط اس میگیره مثلا مثل چی مثل شی پلیز او بازی میکنه دارید میبینید که در این صورت چون قبل از وای حرف صدادار بود فقط اس گرفت فعلمون ولی در صورتی که به حالت اولش باشه آی ای اس میگیره میشه مری ترایز مری تلاش میکند شی پلیز مری ترایز حالا نکته بعدی فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده اس و یا ای اس میگیره که همینطور که گفتیم و آن هم فقط در جملات مثبت دقت بکنید مری ترایز شی پلیز اینا جملات مثبتن دیگه منفی نکردیم که حالا در صورتی که جمله منفی و یا سوالی باشه هرگز از اس یا ای اس استفاده نمیشه حالا با مثال هایی که داریم بهتر متوجه میشیم مثال he plays ping pong beautifully he plays ping pong beautifully او به زیبایی پینگ پونگ بازی میکنه او آقا حالا منفی میشه he doesn't play ping pong beautifully او به زیبایی پینگ پونگ بازی نمیکنه. میشه گفت به عبارتی چون از داز برای منفی کردن و در واقع از داز برای منفی کردن استفاده کردیم دیگه فعل play اس نمیگیره و به صورت ساده میاد He doesn't play ping pong beautifully او به زیبایی پینگ پونگ بازی نمیکنه حالا برای سوالی کردنش Does he play ping pong beautifully? آیا او به زیبایی پینگ پونگ بازی میکنه؟ حالا باز هم چون از داز استفاده شده در حالت سوالی دیگه فعلمون اس نمیگیره و بدون اس و به صورت ساده میاد. پس این هم نکته ای که اینجا باید مد نظر قرار بدید. فقط یه موضوع دوستان فراموش نکنید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید حال ساده رو و این درس ها رو خوب یاد بگیرید فراموش نکنید که مثال ها رو حتما در قسمت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید. هنگامی هم که دارید تکرار میکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید گوش بدید ببینید شما چطور دارید میگید در این درس چطور داره بیان میشه تا اگر احیانا اگر اشتباهی در تلفظتون و بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید. فعل هف بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به هز میشه و فعل بی بودن در زمان حال ساده بعد از آی تبدیل به ام و بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به از و بعد از وی، یو و they تبدیل به آر میشه. افعال کمکی out to، در، نید، شال، شود می، مایت، ویل، وود، کن، کد، ماست، have to حرف اس نمیگیرن و فعل بعد از اونها هم اس نمیگیره چند تا مثال رو با هم کار بکنیم he may come late to the party او ممکن است دیر به میهمانی بیاید همینطور که میبینید از فعل کمکی می استفاده شده و دیگه فعلمون اس نمیگیره مورد بعدی she can swim very well she can swim very well او میتواند خیلی خوب شنا کند میبینید که از فعل کمکی کن که استفاده شد فعلمون دیگه اس نمیگیره علا رغم این که فائل هامون سوم شخص مفرد بودن چون از افعال کمکی استفاده کردیم پس دیگه فعلمون اس نمیگیره و به صورت ساده یا شکل اصلیش میاد Mary will come to the party tomorrow night Mary will come to the party tomorrow night. مری به مهمانی فردا شب خواهد آمد. خوش اومده و همونطور که میبینید چون از will برای زمان آینده و در واقع فعل کمکی برای آینده کردن جملمون استفاده کردیم میبینید که فعل به صورت ساده اومده و دیگه اس نگرفته. حالا بپردازیم به شکل سوالی و منفی زمان حال ساده. Question and negative form of present simple tense برای سوالی کردن جملات زمان حال ساده دو فعل کمکی دو و داز را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار میدیم به این ترتیب که از داز برای سوم شخص مفرد و برای سایر زمایر از دو استفاده میشه پس شد سوم شخص مفرد داز و بقیهشون دو برای منفی کردن زمان حال ساده از دو فعل کمکی دو و داز با کمک کلمه نات استفاده می کنیم بدین ترتیب که داز برای سوم شخص مفرد و برای سایر زمایر از دو استفاده میشه پس کلا داز برای سوم شخص مفرد مثال رو کار کنیم I read من می شکل مثبته I read من می خونم I do not read یا I don't read من نمیخوانم I don't read میبینید که از دو استفاده شده به علاوه نات که در واقع مخفف شده و از آپاستروفی استفاده شده I don't read من نمیخوانم حالا سوالش میکنیم دو میاد این ور I آی میاد این ور Do I read یعنی آیا من میخوانم آیا من میخوانم و همونطور که میبینید فعل در شکل ساده استفاده شده و از فعل کمکی دو برای اول شخص استفاده شده نکته اس سوم شخص در حالت سوالی و منفی حذف میشه هی کامز او می آید او آقا می آید هی کامز داز هی کام آیا او می آید داز هی کام حالا می بینید که از داز استفاده کردیم برای سوالی کردنش و همونطور که گفتیم اسش دیگه اینجا حذف شده حالا منفیش نو هی دازنت کام نو هی دازنت کام دوباره از دازنات برای منفی کردن استفاده شده و همونطور که میبینید فعل به صورت ساده اومده نه او نمیاد نو هی دازنت حالا ببینیم که زمان حال ساده چه کاربردایی داره. موارد کاربرد زمان حال ساده. زمان حال ساده برای بیان کارهایی که همیشه تکرار میشن و به صورت عادت در اومده باشن به کار میره. یکی از کاربرداش اینه. مثلا I go to school every day. I go to school every day. I فعلمون go شکل ساده چون فایلمون اول شخص to school به مدرسه every day هر روز من هر روز به مدرسه میرم چون هر روز به مدرسه میره از حال ساده استفاده شده I go to school every day she gets up early every morning او هر روز زود از خواب بیدار میشه she gets up get up یعنی بیدار شدن gets up فعلش در واقع اس سوم شخص گرفته early every morning زود هر روز صبح she gets up early every morning او هر روز زود از خواب بیدار میشه حالا باز هم ببینیم که حال ساده چه کاربردایی داره حال ساده برای بیان حقیقتی که عمومیت داشته باشه یعنی همه اون حقیقت رو پذیرفته باشن و بدونن مثلا مثل چی the earth یعنی زمین کره زمین goes میرود یا میچرخد راوند دوره به دوره the sun خورشید گفتیم که the sun چرا از تی اچ استفاده شده چون سان یه دونه ازش در دنیا بیشتر وجود نداره پس به خاطر همین از تی اچ استفاده شده حالا اینجا چرا گفتی the earth نگفتی the earth برای اینکه راحت تر تلفظ بشه هر وقت بعد از تی اچ حرف صدادار گفتاری بیاد the میشه the the earth زمین کره زمین حالا چرا گفته the earth چون از کره زمین هم یه دونه وجود داره goes میرود حالا میبینید که فعل go es گرفته round به دور goes round یعنی به دورش میچرخه the sun خورشید the earth goes round the sun زمین به دور خورشید میگرده snow melts in spring Snow melts in spring. Snow یعنی برف. Melts یعنی زوب میشه. Melt یعنی زوب شدن. اس سوم شخص گرفته چون فایلمون سوم شخص Melts یعنی زوب میشود. In در spring. بهار. Snow melts in spring. در بهار برف آب میشه. طبیعی همه میدونن. و ضمن اینکه The earth goes round the sun. همه همین رو میدونن. پس چون همه میدونن یک حقیقت پذیرفته شده هستند این مثال ها از زمان حال ساده استفاده میکنیم حالا باز ببینیم چه کاربردی داره برای بیان انجام عملی که در آینده نزدیک صورت گیره و مشروط بر آنکه قید زمان آینده حتما در جمله ذکر بشه آها چه نکته ای هی کامز هیر tomorrow هی کامز هیر tomorrow در واقع داریم میگیم او فردا به اینجا خواهد آمد اما در واقع میگیم او فردا به اینجا میاد هی کامز میبینید که فعل کام یعنی آمدن اس سوم شخص گرفته به خاطر هی he و هیر اینجا تومارو همطور که میبینید قید زمان آینده حتما در جمله ذکر شده He comes here او به اینجا میاد Tomorrow او فردا به اینجا میاد He comes here tomorrow خوش اومده حالا دوستان فراموش نکنید مثال هایی که تو این درس داریم با هم کار میکنیم و تو قسمت کامنت باید بنویسید و چون باید خوب یاد بگیرید پس فراموشتون نشه I talk to him tonight I talk to him tonight I talk to him. یعنی من صحبت می کنم. با کی؟ To him. با اوی آقا. tonight یعنی امشب I talk to him tonight من امشب با او صحبت میکنم همونطور که میبینید از زمان حال ساده استفاده کردیم ولی در مورد امشب صحبت میکنیم کاربرد بعدی نویسندگان مطبوعات برای مهم و با ارزش جلو دادن موضوعات اناوین روزنامه ها را به زمان حال ساده بیان میکنند عجب ناغلاهایی هست مثال Italian Army withdraws Italian army withdraws. ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند. در واقع عقب نشینی کرده اما مثلا دیدید دیگه تیتر روزدامه ها رو فلان چیز اتفاق میافته. در واقع اتفاق افتاده. Italian army withdraws. ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند. دکتر، اگر یکی از قیدهای تکرار مثل often, usually, generally, sometimes, never, seldom, rarely, always frequently در جمله وجود داشته باشه فعل آن جمله معمولا حال ساده است محل قرار گرفتن قیدهای تکرار یعنی اینایی که گفتیم در جملات انگلیسی بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلیه یعنی چه جوری یعنی اینجوری he often comes here alone he often comes here alone همینطور که میبینید قید تکرار قبل از فعل اصلی اومده و البته در اینجا فعل کمکی هم نداریم He often comes here alone او اغلب تنها به اینجا میاد در مورد تلفظ often باید دقت بکنید 50 درصد انگلیسی زبان ها در کل دنیا نیتیف ها often میگن 50 درصدشون often و هر دو تلفظ پذیرفته شده است و قابل قبوله. He often comes here alone. او اغلب تنها به اینجا میاد. مثال بعدی: She doesn't usually come late. She doesn't فعل کمکی البته به صورت منفی، usually قید تکرار، حالا فعل اصلی late. She doesn't usually come late. او معمولا دیر نمیاد. He always speaks English. in the classroom he always speaks english in the classroom او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت میکنه همونطور که میبینید قید تکرار قبل از فعل اومده و جملمون رو ساخته مثال بعدی does he always speak english in the classroom Does he always speak English in the classroom? آیا او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت میکنه؟ همطور که میبینید فعل کمکی اومده اینور و قید تکرار قبل از فعل اومده و بقیه جمله Does he always speak English in the classroom? آیا او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت میکنه؟ نمیدونیم شما میدونید؟ بسیار هم عالی این هم از زمان حال ساده دیدین هیچی نداشت دیدین مثل آب خوردن بود اصلا ساده ساده است به چه شرطی؟ به این شرطی که مثالها رو در قسمت کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار بکنید تا خوب مسلط بشید نکته بعدی اینکه هنگامی که بیان می کنید و با صدای رسا تکرار می کنید، حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا اگر اشتباهی در بیانتون وجود داره بتونید اونها رو پیدا بکنید و رفع بکنید در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده می کنید بی نهایت سپاسگزاریم از خداوند مهربان و از شما سپاسگزاریم که ما را حمایت و همراهی می کنید. آرزوی تند برسی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم